خدایا سلاحاشون رو برا و کارآمد و رزم و نبرد اونها رو کارساز و پیروز کن. خدایا تو رو شکر میکنیم که پس از همه رزم و رنج ها و پس از همه خون ها و مقاومت ها سرفرازی و اعتلا و شکوفایی همراه با استحکام و یکدلی و یگانگی رو با مریم، در مریم و انقلاب مریم نصیب مقاومت و ارتش آزادی بخش کردی و زهر شکست و رسوایی و تفرقه و تشتت و منفوریت لاعلاج رو به خمینی دجال و رژیم ضد بشری او چشاندی. خدایا پیروزی و سربلندی رو نصیب مجاهدان و رزماوران راه خودت بکن. خدایا به اونها توفیق بده که مهر تابان آزادی و مقاومت ایران و مظهر حاکمیت مردمی رو به ایران زمین برسونند و پرچم حاکمیت ملت رو به اهتزاز در بیارند. خدایا به تو تقرب می‌جوییم. با دولت کریمی که در اون و به اون اسلام و هر آن کس که اهل یگانگی و آزادی و مردم سالاری است رو عزت ببخشی و اهل نفاق و دروئی و دوگانگی و بازی‌های فرصت طلبانه و خائنانه رو که مظهرش رژیم درهم شکسته و ورشکسته آخوندی است خار و زار و زبون بکنی. تا که خدایا در اون دولت کریمه ما رو در شمار دعوت کنندگان به طاعتت و در زمره راه نمایان راهت قرار بدهی و به این وسیله خیر و کرامت دنیا و آخرت رو نصیب ما بکنی. خدایا آنچه از حق و حقیقت و مسئولیت‌های مبرم که در این شرایط سرنوشت ساز به اون آگاهیم اون رو به ما بنما و توفیق عمل شایسته به اونها رو نصیب همگی ما کن. و خدایا هر آنچه رو که در فهم و درکش نقص و یا قصور و تقصیر داریم ما رو نسبت بهش آگاه کن و هر وظیفه‌ای رو که بر عهده ماست به ما ابلاغ کن. خدایا در لحظات شهادت مولای متقیان مراد مجاهدان چلچراغ حقیقت و ایمان خصم آشتی ناپذیر دجالان و خمینی صفتان علی علیه السلام به او درود می‌فرستیم و در آستانش سر فرود می‌آوریم. گواهی می‌دهیم که علی علیه السلام امانتی رو که به او سپرده شده بود به بهترین صورت‌ها حفاظت کرد. با پیمان شکن‌ها و زورگوها و سرکشان از فرمانت به جنگ و جهاد برخاست، در حالی که بر این همه صبور و پایدار و در جستجوی خیر و صلاح خلق تو بود، آنچنان که هیچگاه تحت تأثیر هیچ ملامت کنندگی قرار نگرفت. خدایا تو خود بهترین شاهدها بودی که مولای ما علی با درنوردیدن و پیگیری مسیر تو و پیامبر تو به خصوص در دوران کوتاه حاکمیتش به حجت بالغه تاریخی تبدیل شد و به راهنما و شاخصی برای تمیز حق از باطل، تا که هیچ دجالی مانند خمینی نتواند منافع ارتجاعی و طبقاتی و حرام و حلال های خود ساخته خودش رو
به عنوان حکم خدا و رسول خدا قلمداد بکنه. خدایا در لحظات شهادت مولای متقیان از تو میخواییم که ما رو در پرتو هدایت و شفاعت علی و در شمار رهروان مسیر حقی او قرار بدهی. و از تو میخواییم که صلابت و شجاعت شیر پیروزمندت علی علیه السلام رو بر مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادی بتابانی. خدایا حجت بالغی تو مولای ما علی تاب شنیدن این خبر رو نداشت که به زن یهودی از اتباع حکومتش اهانت شده و خلخالش رو به سرقت بردند. تاب این رو نداشت و می گفت اگر که کسی از شنیدن این خبر بمیرد بر او ملامتی نیست. و در مقام عدالت و حفظ بیت المال می گفت که حقوق خلق اگر در کابین زنهای شما هم باشد به مردم باز خواهم گرداند. اما در نقطه مقابل او آخوندهای خمینی گرا رو در روی راه علی و رسم علی به پا خواستند برای شکستن همه حدود و همه حرمت‌ها و ارزش‌های خدایی و خلقی و پایمال کردن حقوق مردم. خدایا اونها رو سرنگون و نابود کن. ابعاد چپاول و اختلاس و غارت توسط سردمداران و کارگزاران حکومت آخوندی به راستی که از حد و حساب بیرون است. آنچنان که بعضن خودشون اعتراف میکنن چنین چپاول‌هایی در تاریخ سابقه ندارد. خدایا سزای اونها رو نزدیک کن. خدایا اکثریت عظیم مردم ایران در زیر خط فقر از نعمات و ذخایر خدادادی محرومند، از ابتدایی ترین مایحتاج روزمره محرومند، اما ثروت‌های افسانه‌ای در دست وابستگان به این حاکمیت دجال و دین فروش انباشته است. خدایا نجات مردم ایران و احقاق حقوق به غارت رفته اونها رو فرا برسون. خدایا حامیان و همدستان این رژیم ضد انسانی، ضد اسلامی و ضد ایرانی و هر آن کس رو که در هر کجا به تطهیر دست‌های آغشته به خون جلادان مشغول است رسوا و مفتضح کن. کید و مکر اونها رو برای طولانی کردن عمر این رژیم پلید به خودشون برگردون. اونها رو منفور و ملعون خلق و تاریخ قرار بده. خدایا تو با حکمت بالغت زندگی رو با مرگ، شب رو با روز در هم آمیختی. وانگاه حیات رو از دل مرگ و روز رو از دل شب پدیدار میکنی. خدایا با پایان شب تیر و تار خمینی صبح رهایی و مهر تابان آزادی رو در ایران زمین پدیدار کن و بتابون. خدایا پیروزی مقاومت ایران و فطر آزادی و رهایی مردم ایران رو تقدیر و مقدر کن. و اینکه عازل حاجات و مجیب الدعوات یا سمیع الدعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب و انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد.